درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز دوشنبه از هفتم از ماه ژانویه سال 2013 میلادی من بیا دارم اولین برنامه خدمت شما عرض کنم که آغاز کردم، در واقع یعنی تنها نشستم، میهمان نبودم. سال 2000 بود، 13 سال گذشت، 13 سال. خب اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذاشت، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع، او خود گذر به ما چون نسیم سحر نکرد. عرض می شود که این کتاب هایی که بر می داریم و می خوانیم برای ما مهم هستن، مثل فرض کنید حافظ، مثلا قرآن، یا کتاب های از این دست، یا هر کتابی دیگر، فرق نمی کنن، دیوان خاقانی. عرض می شود که شاهنامه، اینها بایستی ما یک اطلاعی حاصل کنیم از این که چه میگذشته است در اون روزگار، چه عناصری در کار بودن، وگرنه گمراه خواهیم شد در فهم معانی. مثلا در همین روزگار خواجه حافظ شیرازی، این در روزگار حافظ روزگار بسیار خونینی بوده، یعنی مغلها به انحطاط رفته بودن، بعد ملوک و طوایفی بود در ایران، و در شیراز شاه شیخ ابو اسحاق آخرین فرد از خاندان اینجو اونجا حکومت داشت. خیلی پادشاه مهربان ایران دوستی هم بوده، بسیار بسیار مرد خوبی بوده است این مرد، و حافظ او رو بسیار دوست می داشته. حتی از شبد که داستانها هست در باب کاخی که او می ساخت، گفته بودن کاخی میسازند که یک کسی به دیدار کعبه نرود، یه همچین چیزی. البته بین مسلمان هم میشیم بود، هر کسی ساختمان خوب میساز میگفت رقابت میکند با کعبه. کعبه یک چارچوب بیریخت، واقعا بیریخت، عقب افتاده، بیشتر نیست. کاخی چه کاخی، حالا به هر صورت باری این مرد اما مشکل داشت با پادشاه یزد و کرمان، که اینها در اونجا آدم هایی بودن از خاندان مظفری و امیر مبارز الدین محمد در اونجا حکومت داشت و چندین بار لشکرکشی شد و سرانجام این شاه شیخ ابو اسحاق شکست خورد و گریخت به اصفهان رفت. اونجا در یک تنوری پنهان شد و در واقع او رو بیرون آوردند و آوردند خدمت همین مردک. یک آدمی بوده است مثل خمینی، حافظ به اون میگوید محتسب، شاید در همین حد خونخوار، با این تفاوت که او با دست خودش هم سر میبریده و اینها. و این مرد بزرگ رو، این پادشاه نیک نفس رو اونجا سر بریدن در شیراز. بله، یک غزلی دارد خواجه حافظ در رسای همین شاه شیخ ابو اسحاق، یکی از زیباترین غزلاشه واقعا، چندی بارم خدمتتون خوندم. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. خیلی خیلی زیباست. در دلم بود که با دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. و خیلی خیلی غزل زیبایی در رسای او گفته است. بعد جریانات مختلف و متنوعی شده است که واقعا عجیب بوده.
این خانواده مظفری این هم با خودش مناقشات داشتند، برادران بسیاری بودند، اینها از شاه عوضها و شاه محمود و شاه اویس و غیره و زالک و اینها هم با هم مناقشات داشتند، مرتب جنگ بوده. تا اینکه بدترین اتفاقات آمدن تیمور لنگ به شیراز، این نیمتنه خوناشام به شیراز هم آمد، چون میدانید مغول ها به اونجا نرفتن و بسیاری از فضلا اونجا پناه گرفتن در زیر چتر محبت و عنایت آدمی مثل سعد ابن زنگی، اینا در روزگار سعدی. و بعد تیمور لنگ آمده است و این خانواده رو همه رو سر بریده و این اتفاقات خیلی عجیب بود. و بعد گذشت از این وقایع تاریخی، در اون روزگار ما یک گروه داریم که دستگاه حکومتی هستن، یک گروه داریم که ملایان هستن، همین ریاکاران و زاهدان و اینها، یک گروه خیلی مهم داریم که متصوفین هستن، مردم عادی هستن و میخانه ها باز بودن البته، و کسانی هم بودن که در کار عیش و طرب بودن. اینا همه عناصرش در دیوان حافظ کاملا مشهوده. بنابراین یه آقای هم هست به نام محمود کتبی که محمود گیتی هم نوشتن، بسیاری فکر میکنن باید کتبی باشد. یک تاریخ مختصری در باب همین داستان شیراز و خانواده مظفری و اینها نوشته، خیلی خیلی خوندنی است واقعا، خیلی خیلی عبرت آموز. باری بنابراین وقتی ما حافظ رو باز میکنیم، دلبر برفت و دل شبودان را خبر نکرد، شاید اشارش به شاه شجاع باشه، چون این برادران که با هم جنگ میکردن بعض اوقات میمادن شیراز رو از چنگ یکدیگر در میآوردن و شاه شجاع یک بار از دست شاه محمود گریخته و به تبریز رفته، در اونجا مانده، بعد بازگشته و باز شیراز رو پس گرفته. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، اشارش به همین دور شدن شاه شجاع هست که با حافظ میانه خیلی خوبی داشت، بسیار بسیار مرد فاضلی بود. یک نامه ای از شخص او در دست هست به امیر تیمور نوشته است و پسرش رو به او سفارش کرده، خیلی خیلی نامه فاضلانه است، شاعر خیلی خوب بوده. یاد باد اون که به اصلاح شما میشد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. یعنی تو شعر من رو تصحیح میکردی، نظر میدادی، به اصلاح تو این گوهر ناسفته سفته میشد. حالا بماند از اینجور داستان ها. قرآن کریم هم همین داستانش، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع اون چه این قرآن رو به وجود آورده است، همون حوادث مکه و مدینه است. هیچ چیز آسمانی، چیز عجیب غریبی، یک علم و معرفت فوق العاده ای، چیزی هیچی در این کتابا نیست. در این کتابا هر چی هست آدمی، انسانی، مربوط به حرکات آدماست، مربوط به رفتار آدماست، مربوط به عرض میکنم که نفع و ضرر یک گروه هست در مقابل گروه دیگر. این چیز از آسمان به ریسمان این حرفا، هر چه بوده از زیر این آسمان کبود فکر آدم ها ساخته. تصور نفرمایید چیزی از آسمان آمده است و نمیدونم دست کنیم، اصلا سخن مسخره است واقعا، سخن خیلی عجیبی است. چیز از آسمان آمده، چی شد آسمان درش تعطیل شد؟ چی شد آسمان دفترخانه خدا بسته شد؟ این است که اینا همه کار آدم ها بوده، آدم ها این کارها رو کردن، آدم ها این کتاب ها رو نوشتن. وقتی ما به قرن 17 رسیدیم، هیچ کس به این انجیل دست نمیزد که یک مرتبه همینجوری از آسمان آمده است. بعد در این روزگار در واقع Age of Reason، روزگار عقل و استدلال عقلی و روزگار خرد، این قرن 17 خیلی مهم هست، آمدن از این زاویه نگاه کردن، به خصوص اسپینوزا. اسپینوزا خیلی خیلی مهم بوده. اسپینوزا آمد گفت آقا این پر غلطه، اشتباه زیاد داره، این اینجور نیست، این کسی خدا در کار نبوده. این داستان رو میگفتن عوام الناس رو به راهی بکشن که میخواهند، وگرنه این رو آدمای خیلی کم سواد نوشتن واقعا و پر غلطه، اشتباه زیاد داره، اینا باید تصحیح بشه. بعد نسخ قدیم این انجیل رو که در دوران مکتب اسکندریه نوشته شده بود به خصوص، اینا می نشستن و
استنساخ میکردن، اینها رو بیرون کشیدن و شروع کردن به اصلاح همین عرض میشود که انجیل، و آدم های عاقل پذیرفتن که این کتابی است. یه 3-4 نفر این رو نوشتن، چند نامه بوده است از این شاگردان مسیح. آسمان عزیزان چیزی پایین نمیاد، کتاب و نوشته و روزنامه و از ایمیل و اینها از آسمان، آدم ها به هم ایمیل میکنن اینها. بنابراین چون میخوام داستان عایشه رو خدمتتون بخونم، با این مقدمه عرض میکنم که تمام این آیاتی که در قرآن کریم هست و مسلمانان معتقد به این کتاب هستن، اینا در واقع معلول وقایع حیات محمد پیغمبر اسلام هست. یعنی این 17 آیه که برای عصمت عایشه آمده است، خب اگر که این اتفاق نمی افتاد که این آیات نمی آمد، یه چیزی دیگه می گفت. بله، بنابراین چیزی به نام این که از آسمان چیزی آمده است و لوح محفوظ بوده است و عرض میکنم قرآن عرض میکنم حادث نیست و قدیم هست و این از فرط بیکاری برای که یک تقلیدی از فلسفه کرده باشن، که یعنی ما هم اهل فلسفه ایم و حرفای خوب بلدیم بزنیم، میامدم گفتم آقا راجع به حادث بودن قرآن چه میفرمایید، یا راجع به قدیم بودن چه حادث چه قدیم بودن قرآن چه چیزی قدیمش چه چیزیست من نمیدونم. باری اینها بعد آسمان ریسمان، در واقع قرآن معنی داره و همین دلیل هم طبری محمد ابن جریر که اولین مفسر بزرگ هست، شاید آخرین مفسر بزرگ هم باشه، به جهتی آسمان ریسمان نبافته از خودش. خب اگه قرار باشه که ما این رو تعبیر بکنیم، خب به تعداد آدم های روی زمین تعبیر داریم، مثل این مرد محترم رحمت الله علیه، این آقای طباطبایی مرحوم استاد زرینکوب بهش میگفت مخبت، 28 جلد المیزان چین ساخته و پرداخته و داده بیرون، از کجا آورد این مرد حسابی این حرفا رو؟ یک مثل دستور نظامی بوده. تفسیر و داستان ها رو بعد در آوردن. باری طبری اولین هست و مهمترین هست، تفسیر کبیر محمد ابن جریر، به خصوص که استاد تاریخ هم هست، به خوبی این آیات براش روشنه که به چه دلیل آمده. اینا رو در کتابش که از تفسیر طبری گفته می شود آورده است، و در زمان سلطنت منصور ابن نوح سامانی این کتاب به خراسان آوردند و ترجمه کردند به زبان بسیار بسیار متین فارسی، و من این داستان عایشه رو براتون می خونم. مهمترین شخصیت های اسلام در اون روزگار گذشته از کسانی که در واقع کشورگیری میکردن و سر گردنه ها رو خوب بلد بودن بگیرن و اینها، مثل خالد ابن ولید و اینها، یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ اسلام ام المؤمنین عایشه است. عایشه سخنانی گفته که به ذهن هیچ کس نمیرسید، مثلا در همین موضوع عرض میشود که نیامدنش و دیر آمدنش به مدینه در اون ماجرا که توضیح دادم خدمتتون، یه بار دیگه هم به اختصار توضیح خواهم داد که کسانی نشینن بشنون. حضرت رسول هی تحقیق میکرد که آقا شما فکر کنید عایشه هم چه کاری کرده یا نکرده. آمد گفت تو چه پیغمبری هستی که نمیدونی؟ اگه تو جبرئیلت، میخونم براتون، اگه تو جبرئیل هر دم میاد و میره، خب بپرس از جبرئیل، از خدا بپرس ببین من اون کارو کردم یا نکردم. آدم عاقل بوده، خردمند بوده و شجاع بوده ام المؤمنین عایشه، و امروز هرچه زمان میگذرد اهمیت عایشه هم بیشتر میشه، هرچه این داستانهای مربوط به زنان در واقع گسترش پیدا میکنه و تاریخ در واقع زنان بزرگ بیشتر نوشته میشه، چهره عایشه درخشان تر میشه. حالا این رو گفتم خدمتتون، بدترین و رکیکترین در واقع فوشها، میدونید که گفتنی نیست که یکیست که در واقع به همسر کسی فحاشی بشه، ناموس دیگه، نه ناموس، یعنی کسی که به یک کسی از این دست دشنام ها میده، یک کاملا میخواد تحقیر کنه و خراب کنه طرف. حالا ببینید آخوندهای رافضی چگونه مسلمانانی هستن
که به پیغمبرشان فحش ناموسی میدن. به همین سادگی که عرض میکنم، شما باور کردنی نیست واقعا این ذهنیت آخوندهای رافضی. حالا دوستی گفتن نگوید رافضی، رافضی هم دیگه عزیزم، رافضی رافضی بودن دیگه اینا. ابن راوندی میگوید از 72 فرقه اسلام هیچ یک را کافر نتوان گفت الا رافضی. امام محمد غزالی طوسی میگوید با رافضی بحث نکنید، چون رافضی اونقدر فرومایه است که قابل نیست باش بحث بشه. یعنی شیعه هیچ حقیقتی در رأس این آخوند شیعه نیست. حالا ما چرا چسبیدیم به شیعه؟ چون ما واقع بیزار بودیم از این اسلام. بیزاری ما از این اسلام سنتی که رسول آورده بود و عمر برپای کرده بود و ابوبکر و اینا، بیزار بودن ایرانی از این اسلام. یه راهی پیدا می کردن که یک نشانه هایی از این فرهنگ باستان بری باشه و این تو این با رافضیگری درستش کرد. و این خیلی خوبه، خیلی خوبه. بیدلیل نیست که تنها کشور رافضی در جهان ایرانه. شما فکرشو بکنید، خب اگر داستانی بود و حقیقتی داشت و چیز اهمیتی داشت، لابد یک کشور دیگه هم میشد. هیچ کشور رافضی در دنیا نداریم جز ایران، به خاطر که ایرانی‌ها بیزار بودن از این داستان اسلام، از خداش بیزار بودن، از حرکاتش بیزار بودن، از نگاهش به جهان بیزار بودن، از تحریم می بیزار بودن، از روزه گرفتن بیزار بودن، از همه چیزش بیزار بودن. با صوفیگری و شیعه‌گری یک هم عرض میکنم یک لمسی از اون زندگی باستان رو برای خودشون زنده کردن، رقص آواز رو، می رو. و غیره تا اونجا که به حقایق تاریخ اسلام و شخصیت های اسلام و اعمال صحابه و رفتار رسول اینا مربوط است، جز دروغ چیزی نگفتن این آخوندهای رافضی. خب اجازه بدید که ما برویم ببینیم عایشه چه فضیلت هایی داشت. ام المؤمنین عایشه، خب عایشه می گفته است که من 7 فضیلت دارم بر زنان دیگر محمد. میگوید که و پیغمبر علیه السلام چون بوبکر عیار خویش را به مدینه آورد، ابوبکر صدیق رو میگوید، همانگه مر عایشه را به خانه برد و عایشه 9 ساله گشته بود که به خانه پیغمبر رفت. عایشه گفت مرا به 7 هنر بر زنان پیغمبر فضل است. همیشه پیغمبر میگوید نسل قدیم پیغمبر. یکی آن است که این آیت بر من بیرون آید، که این آیش مربوط به آیه 32 سوره احزاب که میگوید ای زنان پیغمبر شما مثل بقیه زنان نیستید. عایشه میگوید برای من گفته، بله بیرون آمد. دو دیگر آن است چون پیغمبر علیه السلام مرا به خانه برد، من دوشیزه بودم. خب تنها دوشیزه که پیغمبر داشته همین عایشه بوده، بقیه دیگه زنای مردم بودن دیگه، و از صورت طلاق گرفته بودن یا مجرد بودن یا اینکه شوهراشون رو کشتن و خودشون برداشتن. و سه دیگر آن است که هر آن وقت که جبرائیل علیه السلام وحی آوردی سوی پیغمبر، او به خانه هیچ زنی از زنان خیش نبودی و هیچ زن را به نزدیک خیش رها نکردی و مرا از نزدیک خیش جدا نکردی تا سخن خدای عزوجل سوی او آمد. خب پیداست که داره در واقع این رو میگوید که وقتی که میخواست که جبرئیل تشریف بیاره، اینا خانوما رو بیرون میکرد، فاصله میگرد، اما من تنها کسی هستم که در کنار ایشون که بودم جبرئیل میامد و میرفت. پیداست که حضرتش
ایشون رو بسیار دوست می‌داشته و این مصاحبت رو نمی‌خواست حتی از دست بده. 5 6 دقیقه بگه آیا شما رو بیرون جبرئیل داره میاد. نه نه شما همجا بخواب، جبرئیل هم میاد، اشکالی نداره، ما با هم گوش. البته تو سر جبرئیل نمی‌شنوی، من می‌شنوم. اینا تفسیر عقلش اینه دوست عزیز هموطن. خب خب میگوید که و هیچ زن را به نزدیک خیش رها نکردی، یعنی زن کنار خودش رو نمیذاشت موقعی که جبرئیل امین تشریف میوردن، و مرا از نزدیک خیش جدا نکردی تا سخن خدای عزوجل سوی آمدی. بسیار عالی. چهارم، چون منافقان به کار من حدیث کردندی و اون دروغ بگفتن، همون داستانی که میخوام بخونم براتون، خدای عزوجل به کار من اندر 15 آیت فرستاد، که در واقع 17 آیه است طبری آوریده، و مرا به فرستاد که تا روز رستخیز اون را برخوانند. عایشه خداوند جل و علا 17 آیه براش آورده. برای این مولای متقیان ما نمیشد دو تا کلمه حرف، یه نصف چیزی یه چیزی بگه. ای علی تو هم مرد خوبی هستی. مطلقا و ابدا هیچی در قرآن هیچی نیست. راجع به ابوبکر هست در موضوع قار و فرار از مدینه و اینا مکه. حالا آخوند رافضی برای اینکه ثابت بکنه که علی در قرآن بوده، میگه قرآن خودشون هم قرآن مسلمین رو هم جعل اعلام کردن و قرآن خودشون درست کردن. خنده داره، از این جهت هم خوب. البته به درد ما ایرانی ها خورده و به گونه ای این شیعه‌گری که حالا مثل یک دوالپای به گردن ما پیچیده، جزء لاینفک هویت ملی شده و ایران رو حفظ کرده. فراموش نکنیم، فراموش نکنیم، چون ما ایرانی‌ها وطن که نداشتیم، فراموش کرده بودیم وطنمون رو. ما ایرانی‌ها وطن رو فراموش کرده بودیم. نگاه کنید به سخنان بزرگان، نگاه کنید به سخن سعدی، حافظ، مولانا جلال الدین. مطلقاً و ابداً نامی از ایران نیست. اگر که پیدا کنید به ضرورت قافیه است یا اشاره به یک چیز مرده. این صوفیان اردبیل که درود بر اونها باد، اینها زیر سایه واقعا این امپراتوری قولاسای سنی عثمانی از این سو و سنی های خونخوار اون طرف ماوراء النهر، وای وای چه خونخوارانی بودن اونا، وای وای چه آوردن به روز خراسان. خراسان که عرض میکنم، خراسان بزرگ رو عرض میکنم، یعنی افغانستان رو هم در بر میگیره، حداقل شمال افغانستان رو. زیر سایه این غیرت دو چیز رو مبنا قرار داده شاه اسماعیل و ادوایزراش، مشاورینش، شاهنامه فردوسی و این داستان تصوف در واقع نوع شیعش، توانستن این مملکت رو دوباره امپراتوری بکنن. بنابراین من برخورد نکردم، حدس من این است که بین آخوند سنی و یا آخوند شیعه اگر چیزی از این مایه باشه، گرایش های احتمالاً وطنی این آخوند شیعه باید بیشتر از اون آخوند سنی باشه، چون آخوند سنی سرسپردگیش به همون عرض کنم که عمر و ابوبکر و این هاست، یعنی تنه اصلی اسلام که اساساً وطن حالیش نیست. یادمون نره اینها. ببینید در این گیرودار این جنایات این آخوندها قضایای تاریخی رو با عینک امروزی نگاه نکن. خب بعد البته به انحطاط رفت در روزگار صفویان، هم کسی آخوند رو وارد سیاست نمی‌کرد مطلقاً و ابداً. شما نگاه کنید به اطوار و رفتار شاه عباس کبیر، که حقیقتاً این مرد کبیر بوده، بارها گفتم خدمتتون،
همه میخانه ها باز، خود شاهنشاه محتشم شاه عباس کبیر اونجا به مزی که می نشست به زبان ترکی می گفت شراب بیارید. مهمانان که می آمدن اولین سخنش بود که شراب بیارید. بسیار شراب می خورد. و سر می زد در اعیاد مسیحیان به همین کلیسایی که در اصفهان هست. اونجا می نشست به شراب با کشیش های چیز به سنت مسیحی. این آخوندبازی رو عرض می شود که اینا در واقع در اون احوال نزولی مدنیت صفوی در اواخر اینا مثل آدمای صفیحی مثل مجلسی و اینا پیدا شدن. خب پنجمون که پیغمبر علیه السلام به خانه من بیمار شد. راست داره میگه ها، همشو درست میگه. و ششم اون که به خانه من روح تسلیم کرد. و هفتم اون که تربتش در خانه من است. خب حالا شما فکر کنید اگر که آدم شرافت درستی داشته باشه و اعتقادی داشته باشه به این رسول، به همسرش توهین نمی کنه، احترام میذاره، احترام میکنه. آقا مگه شما میتونی به زن پیغمبر فحاشی بکنی؟ یک آخوند رافضی در لندن یه سال پیش بود، شما اخبارش حتما شنیدید، گویی عایشه رو پاش از هم باز کردن آویزان در جهنم، در اردن پاش به زنجیر بستن و اینا، که نزدیک بود چند بار کشته شدن بابت این لاطائل و مزخرفی که این آخوند رافضی گفت. خب و تا پیغمبر علیه السلام به مکه بود، نماز فریضه دو نماز همی کردند و چهار همی فرمود. پس چون سال دوم بود از هجرت، نماز پنج کرد و پنج فرمود، که پیداست که این پنج نوبت نمازم رفته رفته درست شده. خب حالا دوستان گرامی، با این مقدمات که عرض کردم خدمت شما بزرگواران، اجازه میخوام که ما یک موسیقی بشنویم و بعد از شنیدن موسیقی کوتاه برمیگردم خدمت شما داستان عایشه ام المؤمنین و اون ماجرا و تهمت که بر او بستن رو برای شما از تفسیر کبیر محمد ابن جریر طبری بخوانم تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما وطنان گرامی، یک ایمیلی برای من فرستادن، در واقع دوست عزیزم آقای احمد مرحمت میکنه، ایمیل هایی که جالب هستن میفرستن. من فرصتی پیدا نکردم تحقیق بکنم که واقعا داستان این بحث چه بوده، اما اون چه در توضیح آمده است این است که یک عده چینی آمدن در جایی به نام کوهدشت، اونجا میدان نفتی پیدا بکنن، دو تا چند حلقه چای چند هزار متری زدن و نفتش کم بوده رها کردن، اما گازی شما میدین هر جا که نفت از زیر این آرچای سنگ سخت اونجا گازها نش کرده، خیلی داستان عجیبی شده. البته این عراق هست اینجا، بله نشون بدید ببینید تا گاز از زمین بیرون میزنه در همه جا و در واقع معلوم نیست پیامداش چه چیزیست برای بله اینا گفتن اینا گازهایی است که بر اثر همون حلقای چا در اون منطقه بیرون آمده، مردم هم آتش میزنن کنارش مینشینن. بله بله اینها تصویرهایی است که گرفتن و فرستادن. این آقا هم داره کارشناسی میکنه، یکم هم میترسه. بله
این هم لوله است که وارد کردن و مثل همه جا گاز متان، اتان، پروپان و بوتان، در واقع این تا چهار کربن گاز هستن، اینا مخلوط بالا میزنه و این داستان های عجیب غریبی که در مملکت ما میگذره. یه چیز هم زیر CNN فرستاده بودن، حساب ها و شگفت‌انگیز این مجتبی خامنه‌ای و پدرش، بیلیون اینجا بیلیون اونجا، 800 میلیون پوند. گیج کننده بود واقعا، خیلی عجیب بود داستان، من نمیدونم واقعا چه میگذره. یه چیز تو یادم نرفته خدمت شما بگم، این است که این سایت ما مرتب مورد حمله برادران ارتش سایبری است و یک هفته است که از کار افتاده. داریم سعی میکنیم که دوستانی که مسئول هستن در شمال کالیفرنیا که سایت رو روز کنم، فکر کنم یک سایت دیگری هم بایستی طرح بکنیم، چون این اسم بهرام‌مشیری.org هم ما در واقع گرفتیم از اون روزگار، دو سایت باشه که هموطنان بتوانن، چون خیلی به من زنگ زدن، به دوستان من زنگ زدن که کار نمیکن، یک هفته نشده است که اینها آپلود بشه. یه چیز برگردیم سر این داستان دین و قضایای مربوط به دین و این حرف ها. دین هموطن یک زینتی است بر شخص، بر جامعه، یعنی بسیار خوب است اگر عدالت در جامعه باشه، اگر تبعیض نباشد، اگر گرسنگی و فقر نباشد، اگر تحمیل و خشونت نباشد. بسیار چیز زیبایی است، یکی از زینت‌های انسان، می‌تواند که زینت‌های شخصیتش بسیار هم زیباست که انسان بتواند به یک امر متعالی بیندیشد و تا اونجایی که تخیلش کار میکنه این تعالی ذهن رو بالا بکشه، خداشناسی باشه. این نقل قول از این از علی است، در واقع منسوب است به علی ابن ابی طالب که گفته است زمانی که فقر از یک دریچه آمد، ایمان هم ایمان از دریچه دیگر خارج میشه. حالا چوب و چماق آوردن رو عرض میکنم که این رافضیگری رو معیار جهان هستی قرار دادن و در پناه و اموال مردم رو دزدیدن و دیگران رو سرکوب کردن، حالا اهل تسنن جهت نفس کشیدن ندارن آقا در این کشور اسلامی، چه رسد به بهایی و زرتشتی و غیره. خب روز جمعه شب طبری در ترجمه سوره النور میگوید، و این سوره النور بیشتر اندر حدیث عایشه صدیقه رضی الله عنها فرو آمده است و اندر اون دروغ که بر وی گفته بوده. یعنی اصلا این سوره بر عایشه آمده، حالا اهمیت عایشه رو ببین چه بوده. خب اینجا تا اونجاش که من خوندم مختصرش رو به شما گزارش میکنم، چون جمعه شما میگوید که پیغمبر زمانی که به جنگ میرفت، حالا شما برین تو این کشورهای آسیا و جای دیگه بگین آقا ما یه پیغمبری داشتیم میرفته جنگ، یعنی شمشیرش برمیداشته و دوستان رفقا میرفتن سراغ مردم، اگه ما رو از اتاق بیرون نکنن خوبه. دراز مدت هم میدونید که به مسلمان ها محمدی میگفتن، محمدن، یعنی اینا پیرو اون یه آدمه هستن، محمدن محمدن، یعنی پیروان محمد. خب میگوید به قضای بنی مستلق میرفت، اینا هم یه مش یهودی بدبخت بودن اونجا، برای قرنها زندگی کرده بودن، میرفتن اموال اینا رو بگیرن. حالا قرعه میکشیدن و به هر زنی قرعه میافتاد اونه می بردن، حالا مثل که بیشتر هی قرعه به عایشه می افتاده، حالا پیدا کنید پرتغال فروش را. و بعد یک هودجی می ساختن، هودجی یک اتاقکی بود روی شطور می داشتن، یه پرده داشت می انداختن، عایشه هم ظریف مریض پتیت بود، پتیت می داشتنش اون تو می بردن. خیلی خب
بعد که باز میگشتن از میدان جنگ، عایشه به ضرورتی پیاده میشه و بعد میره برمیگرده میبینه گردن بندش جا مونده، باز برمیگرده. این چهار نفری هم که مسئول حمل و نقل عایشه بودن که او رو از شتر بزنن به زمین و از زمین بار شتر کنن، این چهار نفر چون بسیار سبک بوده عایشه، وزنی نداشت، متوجه نشدن که این در این خانوم در این هودج نیست. آمدن وقتی رسیدن پیغمبر متوجه شد که عرض کنم که عایشه نیست، میگه گردنبند سخت نیکو داشت که گویا جا گذاشته بود رفته و برداره. خب قدیم رسم بر این بود لشکرکشی که میکردن یک نفر یا چند نفر جلو میرفتن دیدبانی کنن موقعیت دشمن، گذرگاه ها، گدار رودخانه ها، خیلی چیزا. یک چند نفری هم از پشت سپاه می آمدن، کسی گم شده، خواب مونده، وسیله جا مونده، این در واقع طریقه حرکت سپاه بوده. خب بنابراین شخصی به نام صفوان که یک جوان گویا خوش‌سیمایی هم بوده از پشت قافله از پشت سپاه پیغمبر می آمده و عایشه رو پیدا میکنه و سوار میکنه و میاره. در این حین پیامبر علی رو میفرسته که آقا برو ببین عایشه کجاست، و علی هم تاخت میکنه میاد میبینه بله عایشه سوار شتره، این مهار شتر هم در دست صفوانه و میگه چه شد؟ میگوید که بله جا مونده بود، رفته بود دنبال گردنبندش و اینا. خیلی خوب. و چون عایشه رضی الله عنها بدون صحرا رفت و گردن بند باز یافت و برداشت، باز گردید چون به کاروانگاه رسید، کاروان برفته بودند و هیچ خلق را ندید، و پس همون جایگاه بنشست تنها و گفت که لابد پیغمبر علیه السلام مرا طلب کند. و چون کاروان فرو آمدند، پیغمبر علیه السلام بیامد و در هودج نگاه کرد، عایشه رضی الله عنها را نیا و با خود گفت که این چون تواند بود. پس امیرالمومنین علی را، علی ابن ابی طالب رضی الله عنها را گفت که تو بازگرد و به کاروانگاه رو ببین تا خود او را چه حال افتاد. و امیرالمومنین علی برنشست و روی بدون کاروانگاه نهاد به طلب عایشه رضی الله عنها، و عایشه اندر اون جایگاه تنها مونده بود تا روز ببود یعنی تا روز گذشته بود. و پیغمبر علیه صلی الله علیه صفوان ابن حنظلت ابن سلمی را بر ساقه لشکر کرده بود تا هر شبی چون کاروان و لشکر برفتندی او باز ایستادی و بامداد در همه کاروانگاه و لشکرگاه بگردیدی تا اگر کسی چیزی فراموش کرده بودی یا گم کرده بودی او طلب کردی و برداشتی و بیاوردی و به خداوند اون باز رساندی. این نثر دوره اول زبان پارسی است، در زمان سامانی، نثر سامانی است. ببینید که هیچ تغییر و ابهامی، تشبیه و اتنابی اینها نداره، حق مطلب رو به بهترین وجه و زیباترین نوع بیان میکنه. پس چون بامداد بود صفوان میگردید و چیزها طلب می کرد و نگاه کرد و از دور سفیدی چادر بدید، و چون بیامد عایشه رضی الله عنها دید اون جایگاه تنها نشسته و پرسید که یا عایشه چه حالت افتاد و تو این جایگاه چگونه بماندی؟ پس عایشه احوال چنان که رفته بود با وی بگفت. پس صفوان او را بر اشتر نشاند و مهار اشتر برداشت و برفت، و چون به نیمه راه رسید امیرالمومنین علی رضی الله عنها را دید که می آمد، و چون به هم رسیدند امیرالمومنین علی احوال پرسید و گفت که چون افتاد. پس عایشه رضی الله عنها احوال خیش با علی رضی الله بگفت که چون رفت. عایشه هم توضیح داد به علی که بله ما جا موندیم و اینها. پس امیرالمومنین بازگردید و از پیش ایشان برفت و احوال پیغمبر علیه السلام را بگفت و حدیث گردن بند و آنچنان که شنیده بود. پس صفوان همچنان عایشه را رضی الله عنها می برد تا به لشکرگاه رسیدن. خیلی خوب، این ماجرا اتفاق افتاد تا اینا رسیدن به لشکرگاه. پس اون خبر به لشکرگاه اندر افتاده بود که عایشه در هودج نیافتن و او خود با صفوان راست بود یا راست بود. با اون راست بود یعنی که
با هم رابطه دارن. شروع کردن از این حرفا زدن و منافقان گفتن که این حدیث گردنبند خود دروغ است. این کلک عایشه است، خواسته تنها باشه با زفان. و عبدالله ابن ابی گفت که بر عایشه رضی الله ملامت نیست که صفان از پیغمبر صلی الله علیه شنیده بود که مردی از قریش از مهاجریان نام وی مستح ابن اساسه بود و مردی درویش بود و از خیشان ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و مادرش هم از قریش بود و دختر خاله ابوبکر بود و اندر خانه امیرالمومنین ابوبکر صدیق کارکی و خدمتی کردی و عایشه را او پرورده بود. پس مستح گفتا که دیر است تا من به خانه ابوبکر درم و دیر است تا من دانم که عایشه با صفان راست اند. آره یه شاهدم آوردن که بله فلانی فلانی که اونجا کار میکنه مدت ها کار گفته بله اینا داستانشون درسته با هم راست اند. و حسان ابن ثابت، حالا جالب اینجاست که این حسان ابن ثابت چون اعراب از حجم خیلی میترسیدن، شاعری کسی را حج میکرد این دیگه بدبخت و بیچاره میشد تا ابد. چون پیغمبر را حج میکردن برج برابر بارو گذاشته بود به قول عوام، یه شاعر آورده بود کنار دستش که جواب شعرها رو هر که حج میده اینم پوش برگردونه. این حسان شغلش این بوده، حسان ابن ثابت شاعر دربار پیغمبر بوده. خب کتک سیری هم اینجا بهش میزنه البته. خب خیلی جالبه اینجا داستان. و حسان ابن ثابت همچنین گفت که من دانم کار صفان با عایشه. پس شاهد حالا داره زیاد میشه که بله حسان هم گفت من میدونم داستان اینا رو من بلدم. و همنه یه زنی بوده بنت جحش خواهر زینب زن پیغمبر علیه السلام بود و اون نیز گفت که من آگاه هم از کار صفان عایشه. پس سه نفر شدن و شهادت دادن که بله این داستان قدیم آقا این بیجدید نیست که اتفاق افتاده و گردن بند و اینا با هم اند، با هم راست انده. و این ستم حالا ببینید سیاست و کیاست و جینیس محمد ببین چه میکنه. نابغه بوده مرد، چنان کتکی به اینا زد که دهان همه بسته شد. 17 آیم خداوند تبارک و تعالی الله مدینه از اون بالا بفرسته که این پاکه شما جرأت میکنید یه حرف بزنید. پس این ستن دو مرد و یک زن گواهی دادند، گواهی میدادند، مستح و حسان و همنه. و عایشه رضی الله عنها قذف کردند، یعنی اتهام زدند در حق او دروغ گفتند. و گروهی از مردمان این سخنان ایشان استوار داشتند و گروهی استوار نداشتند. خب این شایعه‌ای که این سه نفر به راه انداختن، گروهی استوار داشتند و گروهی استوار نداشتند، یه دی باور کردن یه دی باور نکردن. پس این سخن به گوش پیغمبر صلی الله علیه رسید که مردمان همی گفتند و حسان پیش پیغمبر علیه السلام آمد و بگفت و مستح را به گواهی خوان تا او نیز بیامد و بگفت. و زینب بنت جحش که زن پیغمبر بود پیغمبر علیه السلام را گفت که خواهر من حمله چنین میگوید که صفان و عایشه را بسیار به هم دیدم به یک جای. بله خواهر ما گواهی میده که این دوتا با هم یک جا دیده شدن بسیار زیاد. پس پیغمبر صلی الله علیه چون این سخن بشنید بر عایشه رضی الله عنها متغیر و سرگران گشت ولکن بر وی هیچ پدید نکرد. اصلا به رو خودش نمی آورد اما دلش چرکین شده بود، سرگرانی می کرد باش. و عایشه رضی الله عنها اون سرگرانی و تغییر در پیامبر صلی الله علیه می دید ولکن نمی دانست که از سه جهت است. و امیرالمومنین ابوبکر صدیق و مادر عایشه رضی الله عنها هر دو این سخن شنیده بودند و لکن بر عایشه پدید نکرده بودند. پدر مادرم شنیده بودند این داستانی که حسان ابن ثابت و اون مستح و اون یک خانم میگفت اما اینا به عایشه نگفته بودند پشت سر چه حرفی است. و اندر آن وقت هر بامدادی پگاه
چون هنوز تاریک بود زنان مدینه به صحرا رفتندی از بحر محص کردن که در مدینه مستراح نبود و زنان را هنوز دستوری مستراح نیامده بود که بر اونجا نشینند و این آیت نیامده بود و فلان. پس شبی مادر مسته با عایشه رضی الله به تاریکی بیرون به محض کردن بیرون شدن به محض کردن و مادر مسته پای به چادر اندر آمد و بیفتاد، گفتا لعنت بر مسته باد. عایشه رضی الله عنها گفتا چرا پسر خیش را همی لعنت کنی؟ مردی که با مهاجریان هجرت کرده است و با پیغمبر صلی الله علیه به بدر بوده است. پس مادر مسته گفتا که ای عایشه، تو ندانی که او از بحر تو چه گفته است؟ پس عایشه گفتا چه گفته است؟ گفت که تو را با صفوان تهمت کرده است و این سخن به مدینه اندر فاش شده است و از حسان ابن ثابت و از حمله بنت جحش باز میگوید. پس عایشه رضی الله عنها گفت که مردمان این سخن همی گویند و همی دانند؟ مادر مسته گفت بلی، به همه مدینه اندر میان مردان و زنان این سخن همی دانند. پس گفت که پیغمبر از این سخن خبر دارد؟ گفت بلی، پیغمبر علیه السلام را از این خبر دارد و مادر و پدرت نیز هم خبر دارند، ولیکن همانا که پیغمبر صلی الله علیه این سخن استوار ندارد. پس عایشه گفت که بلی استوار داشته است که من در وی می نگرم و پاره ای متغیر گشته است و بر من سرگران همی دارد و من نمی دانستم که اون تغییر و سرگرانی از کجا خواسته است، از این سبب بوده است. خیلی خوب، یه شب با این خانم میره بیرون، مادر مسته می خوره زمین میگه لعنت بر مسته، یا پسرت چه قهرمان جنگ بدر و اینا، میگه آقا نمیدونی پسر تو چه چیزایی گفته اینا، شروع میکنه مطالب گفتن و عایشه متوجه میشه که علت تغییر و سرگرانی محمد چه چیزیست. پس عایشه رضی الله سخت اندوهگن شد و چون بازگردید به خانه پیش مادر رفت و گفتا یا مادر، من چنین سخنی شنیدم. و مادر او را گفت که یا دختر، هیچ اندوه مدار که هر زن که او به خانه شوهر رفته باشد بر وی چنین تهمت ها فکنن، تو از این سخن هیچ غم و اندوه مدار. و اون روز عایشه هیچ طعام نخورد و او را غم از پیغمبر صلی الله علیه بود که اون سخن از مردمان استوار همی داشت. ناراحت بود که چرا پیغمبر باور کرده این سخن از مردمان استوار همی داشت. و هر آن روزی که نوبت عایشه بودی، پیغمبر صلی الله علیه چون در خانه آمدی از دور بنشستی و روی ترش کرده بودی و اونچنان دلتنگ نشسته بودی و هیچ سخن نگفتی و عایشه رضی الله عنها از اون غم و اندوه بیمار گشت. و چون بیمار گشته بود از پیغمبر دستوری خواست و گفت من بیمارم و مرا این جایگاه کسی نیست که تیماری دارد، اگر فرمایید تا به خانه پیش مادر روم تا او تأهلی کند تا مگر بهتر شوم. و پیغمبر صلی الله علیه گفت که تو بهتر دانی، اگر میخواهی که بروی برو. نوبتی بود دیگه، یه شب منزل این، یه شب منزل اون، یه شب منزل اون، یه شب منزل اون، یه شب منزل این. ماشاءالله تعدادشون هم زیاد بود، ماشاءالله مردم مردای قدیم. بعد که تشریف میبردن منزل عایشه مینشستن اونجا روی ترش کرده و صحبت هم نمیکرد. خب حالا اینجا سوال مهم ایناست که پس جبرئیل کجا بود؟ پس جبرئیل بیکار بود؟ مگه جبرئیل نبود که هر خبر میبرد؟ اون عرب چی گفت؟ ابو سفیان چی گفت؟ نمیدونم چی گفت؟ یهودی ها چی میگن؟ حقوق نگرفته بود؟ یا چش بود؟ چرا نمید بگی پیغمبر خدا بود که؟ خب اینا تضادهاییست که دیگه چیز نداره، توضیح نداره، واقعا توضیح هم نداره. یعنی نشون میداد که محمد یه مردی بوده مثل بقیه آدم ها، نه رابطه با آسمان داشته، نه با جبرئیلی بوده. به قول ابو سفیان گفت نه جبرئیلی بود و نه وحی بود و نه اللهی بود و هیچ نبود. بخورید نوش جانتان. خب مرد اینقدر ناراحت بوده، بازی جبرئیل میگه آقا این اشتباهه و میرم. یکی اینه، خیلی موارد هست. یکی هم در موضوع اون بیچاره یهودی که آوردن شکنجه میکردن، گفتن گنجت کجاست؟ و میگفت من گنج ندارم. اونقدر شکنجهش کردن به دستور حضرت رسول که جان داد، بعد زنشو برشن آورد. این حقایق امور اسلام میگم خدمت رو.
بارها به کرات و مرات هم تکرار کردیم که خوب مطلب روشن بشه. و عایشه را کنیزکی بود، نام اون کنیزک بریره بود و آزاد کرده عایشه رضی الله عنها بود و او را با خود ببرد و به خانه خیش پیش مادر رفت. کنیزش هم برش رفت منزل مادرش، یعنی منزل ابوبکر. داستان خیلی 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 جالبه. و اونجا بر جامعه خواب خوف، بر جامعه خواب یعنی رخت خواب، و سخت رنجور شد و هیچ طعام نمیخورد و ضعیف گشت از اون رنجوری. و پیامبر صلی الله علیه پیش وی نرفتی و چون بریره را دیدی گفتی کیف مریضتکم، مریضتون حالشون چطوره؟ گفتی اون بیمارتان چون است؟ و عایشه رضی الله عنها 25 روز خفته بود هم بر آن حال. پس پیامبر صلی الله علیه یک روزی همه انصار را گرد کرد و شنیده بود که این سخن از اول بار عبدالله ابن ابی گفته بود. پس چون پیامبر اون خلقان را گرد کرده بود، برخاست و بر منبر رفت و خطبه خواند و گفت چه بوده است این مردمان را که پیامبر خدای همی رنجه دارند و اهل وی را همی تهمت کنند، که من اهل خیش را پاک همی دانم و پاکیزه و به هیچ تهمت به دیشان نمی برم و ایشان را به جز پاکیزگی و نیکویی ندانم. و اینا یه رقابتی بود بین این دو قبیله عرب. در واقع اینا سه گروه بودن. یه گروه قریش و دار دسته مکه‌ای ها بودن، مهاجرین. یه گروه اوس بودن، یه گروه خزرجی ها، که اینا دو قبیله بودن با هم جنگ و رقابت داشتن و بیشتر اینا کارگزاره یهودی ها بودن قبل از اینکه این انقلاب ماویستی مارکسیستی هر شد که در مدینه رخ بدهد. اینا حالا با هم رقابت ها داشتن. بزرگان خزرج، بزرگان اوس بودن، قریش و دار دسته مکه ها اومده بودن و حالا برای همه داره سخن میگه پیغمبر که چرا تهمت به خانواده من میزنید؟ خانواده من خانواده پاکیست و چنین داره از حیثیتش و شرافتش داره دفاع میکنه. پس چون پیامبر صلی الله این سخن بگفت، اسید ابن حمش بر پای خواست و او مهتر اوس بود و گفت یا رسول الله کیست که این سخن میگوید؟ نام وی بگو تا من هم اکنون سر وی بردارم، که اون کس که این چنین سخن گوید خون وی مباح باشد. یه نفر بلند شد و شمشیر کشید، گفت کی گفت این حرفا رو؟ من گردنش میزنم. پس مردی از مهتران خزرج برخاست و گفت که تو دروغ همی گویی، که تو هیچ کس را نتوانی کشتن و تو این سخن از بهران همی گویی که تا بدانی که این سخن کی گفته است. گفت تو هم ذاتت خرابه، میخوای که معلوم کنی کی گفته؟ مردم برن بپرسن، هی تکرار کنه. تو آدم بکش نیستی، اونی هم که نشان میدی نیستی، داری تظاهر میکنی. از اون قبیله خزرجی پاشو یقین آقا رو گرفت. پس مردمان اوس گفتند که این سخن خزرجیان گفتند و خزرجیان گفتند که اوسیان گفتند و میان ایشان جنگی سخت افتاد. پس پیامبر از منبر فرود آمد و اون جنگ را باز نشان و به خانه باز آمد و علی ابن ابی طالب را بخواند و اسامه بن زید را بخواند رضی الله عنهما و ایشان هر دو را گفت که شما هر چه از بهر عایشه میدانید راست بگویید. و ایشان هر دو از کودکی به خانه پیغمبر علیه السلام بوده بودند و اون جایگاه بزرگ شده و هیچ حجاب نبودی ایشان را به خانهای پیامبر صلی الله و با ایشان گستاخ بودن. گستاخ بودن یعنی بیرو درواستی بودن، نه اینکه چیز بد میگفتن. این دو نفر یعنی اسامه ابن زید و علی، اینا خانزاد رسول بودن، در واقع با ایشون در منزل ایشون بزرگ شده بودن. اینا خیلی نزدیک بودن و رو درواستی نداشتن با هم، گستاخ بودن. پس اسامه گفت که یا رسول الله، من هرگز از عایشه رضی الله هیچ بدی ندیدم، نه به گفتار و نه به کردار. حالا ببینید علی چه جوابی میده. اصلا تو باغ نبوده این مولای متقیان ما، که احوال پیغمبرش هم بفهمه که بابا این مرد عاشق این زنه. ببینید چه گفته. پس علی بن ابی طالب رضی الله گفت یا رسول الله، من از عایشه هیچ هرگز از عایشه هرگز هیچ بدی ندیدم، ولکن النساءن کثیر. النساءن کثیر یعنی زن زیاد، آقا بنداز بیرون. النساءن کثیر
بی اندازه زن ستیز بوده این مولا، مولای متقیان. یکی از دلایلش هم این بود که مرتب میخواست لشکر بکشه با آدم کشی، زنها گریه‌زاری میکردن، جیغ و هوار میکردن، این بد شده بود با اینا، گفت خفه کنید این زنها رو. النساء کثیر، گفت زنان بسیارن، اگر تو را دل بر یکی تهمت زده است دست از او بدار و دیگری را زن کن. و پیامبر صلی الله علیه اون سخن را خوش نیامد، اون سخن را خوش نیامد، بسیار بدش اومد. یکی از علل نفرت عایشه و اون جنگ جمل و این داستان ها که بعدها شد مایش همین سفارش علی بود، به جایی که بگه که صلاح صلاح شماست، عایشه زن پاکیزه ایست و اینها، گفته است که حالا دلت گرفته بنداز بیرون، زن زیاده. اینم خیرد مولای متقیان ما. آقا خالق آسمان و زمین علی ابن ابی طالب، ببین کار ما از خداشناسی به کجا کشیده. خالق آسمان و زمین، آسمان ها، اونقدر ما گیج شدیم و به انحطاط فکری دچار آمدیم از این حرفا زد. شاعر ما میگوید نه خدا توانمت گم، نه بشر توانم. مرد حسابی عقل از کلت پریده، یه مرد عربی به سر ابو طالب، خودش میگه من بنده حقیر خدا هستم، تو میگی که خدا نمیتونم بهت بگم، چی میگی؟ بی عقل شدیم دیگه. پس بریره را بخوان، یکی یکی داره تحقیق میکنه. خب نشون میده که ارتباطی با آسمان و جبرئیل و این حرفا نداشته، داشته تدریسر تحقیق میکرد، اما میلش این بود که عایشه رو نگه داره و نمیتونست از جداش. پس بریره را بخوان و او را سوگند داد که هرچه تو از عایشه میدانی مرا بگوی. بریره سوگند خورد که من هیچ چیز نمیدانم عایشه را، مگر آنکه گوسفندی بود ما را اندر خانه و آن را همی پروریدیم، و چون من خمیر کردمی آن گوسفند بیامدی و خمیر ما بخوردی، و من عایشه را بنشاندمی و گفتمی که رها مکن که گوسفند خمیر بخورد. خیلی داستان لطیف قشنگی. و عایشه در خواب شدی و گوسفند بیامدی و همچنان خمیر بخوردی، من به جز این با عایشه هیچ چیز دیگر ندیدم و نشنیدم. گفت من تنها چیز دیدم ما خمیر میکنم، نان میپختیم و عایشه بچه بود، گوسفنده میمد خمیرها رو میخورد. گفتیم عایشه مواظب باش نیاد، و عایشه میخواد بچه بود خوابش میبرد، گوسفنده باز خمیرها رو میخورد. خب حالا رسیدیم به اونجایی که این 17 آیه نازل میشه. پس پیامبر علیه السلام برخواست و به خانه ابوبکر رفت و عایشه اونجا خفته بود، دیگه القابش من نمیخونم، و ابوبکر و مادر عایشه هر دو پیش وی نشسته، و پیامبر رفت و اونجا بنشست و عایشه را بپرسید و گفت که یا عایشه، بدان که مردمان بر تو تهمتی میبرند و سخنی میگویند، اگر تو چیزی چنین کردی از این کار توبه کن، توبت کن و از خدای عزوجل عفو خواه تا خدای عزوجل گناه تو را عفو کند. و چون عایشه رضی الله این سخن از پیامبر بشنید دلتنگ تر گشت و سر بر زانو نهاد و میگریست از درد اون سخن که پیامبر سخن مردمان استوار داشته بود و بر او به شک افتاد و پس چون بسیار بگریست، ابوبکر رضی الله گفت که یا دختر، گریستن بسیار چه سود دارد؟ پیامبر خدا نشسته است و از تو چیزی میپرسد، جواب او بازده. پیامبر البته همیشه است. پس عایشه سر برداشت، آن چشم ها پر آب و از خجالت و شرمساری پیامبر به آن پدر و مادر هیچ سخن نمیتوانست گفتن، و گفت که چه گویم که من از این سخن عوض نتوانم خواست که این بر من دروغ گفتن و شما مرا استوار ندارید، یعنی من قبول ندارید، و اگر من بسیار بگویم من با شما اون گویم که خدای عزوجل حکایت میکند که پدر یعقوب گفت، که حالا یه آیه قرآنی هم اینجا آورده، من این کار با خدای تعالی انداختم و این حوالت با او کردم و امید چنین دارم که حق جل جلاله این بیچاره را فرو نگذارد، یعنی من عایشه خودشم، این بیچاره را فرو نگذارد و این کار روشن باز کند. و این بگو و سر باز جای نهاد و روی در دیوار کرد و همچنان میگریست. و عایشه رضی الله چنین گوید که من خیشتن را
نزدی خدای عز و جل اون منزلت و مرتبت ندانستم، ندانستم که از بحر من آیتهای قرآن فرستد که در مجلسها و محرابها تا قیامت و ساعه خوانند، ولیکن چشم همی داشتم که حق تعالی پیامبر صلی الله علیه را در خواب بنماید یا بر زبان جبرئیل. دا جالبه، میگه من آرزوم این بود که خدا بیاد به خواب این پیغمبر ما یا جبرئیل بیاد بهش خبر بده و زبان جبرئیل و وی را آگاه کند و شک از دل وی برخیزد، ندانستم که قرآن فرستد. پس چون عایشه این سخن بگفت روی در دیوار کرد، همونگاه اثر وحی بر پیغمبر پدید آمد و زمانی اندرون بود، و چون وحی بر پیغمبر فرو آمد عایشه رضی الله عنها چنین گوید که من در روی پدر و مادر نگاه همی کردم، روحهایشان زرد گشته بود و لرزه بر اندامشان افتاده بود، که مبادا خدای عزوجل پیامبر علیه السلام را چیزی فرستد که ایشان اندوهگین شوند و مرا دل بدون مشغول نبود، که من دانستم که از آسمان هیچ به جز راستی نیاید و من از اون کار بر خود ایمن بودم. ابوبکر و زنش ترسیده بودن، نکنه الان وحی داره نازل میشه، نکنه که چیزی زیر سر عایشه باشه، آبرو حیثیت ما هم بره و اینا. عایشه میگه من خیالم راحت بود که چیزی که از آسمان میاد جز راستی نمیاد. پس چون پیامبر علیه السلام از وحی فارغ شد، رو سوی عایشه کرد و گفت ای بله تو را بشارت باد ای عایشه که خدای عزوجل از بحر تو قرآن فرستاد و پاکی تو یاد کرد و تو را از اون دروغ ها که گفته بودند بر تو آزاد کرد. این چیزیست که ما گفتیم بارها خدمتتون، حالا اون مرد محترم رفت و گفته در قرآن عایشه نیست. خب این چه ماسمالیست میکنی دوست عزیز، مرد بزرگ؟ شما که میدانید که اصلا این سوره فقط خاص عایشه است، این النور از برای عایشه است. تمام تاریخ های قدیم و جدید اصلا اختلافی بین شیعه و سنی نیست در این ماجرا که این برای عایشه آمده. اینم در واقع 1100 سال پیش این کتاب نوشته شده توسط یه مردی که نظیر نداشته در کار تاریخ و تفسیر. و اون کسها را که اون سخن گفته بودن عذابهای بزرگ وعده داد اندر هر دو جهان. پس پیامبر علیه السلام این 17 آیت قرآن که جبرئیل علیه السلام از حضرت جل جلاله آورده بود از بحر پاکی عایشه رضی الله عنها و از بحر اون دروغ زنان و بهتان گویان بر عایشه برخان، از اونجا که خدای عزوجل همین گوید اندر سوره نون ان الذين جاءوا بالافك، یعنی اونهایی که با اون تهمت آمدند، یعنی مثل که داره از یک امر معروفی صحبت میکنه. ان الذين جاءوا بالافك اسبتون منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاسم والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم. میگه اونایی که آمدن و اون تهمت رو آوردن، عرض میکنم که از خود شما بودن، منظورشون است که از همون گنگای خودتون بودن، یعنی خدا داره میگه فکر نکنید که این لا تحسبوه شرا لکم، فکر نکن که چیزی برای تو هست بد شده، برات خیلی هم خوب شده. و هر کسی از اونا به قدر خودش میگوید که گناه کرده و جوابش رو میبینه، ولی اون کسانی که اصلی هستن حسابشون با منه، خدا میگه، یعنی که شما اینا رو شلاق بزن، من اون اصلی ها رو خودم به حسابشون میرسم. تا اونجا که بله، پس چون پیامبر علیه صلی الله علیه این آیت ها برخوان، عایشه را رضی الله عنها از پیامبر صلی الله درد آمد و از بحر اون که اون حدیث ها و سخن مردمان به گفته استوار داشته بود، حالا تازه عصبانی شده پیغمبر. ببین چی میش میگه، میگه من از تو ممنون نیستم، از خدا ممنونم. ابوبکر در دهنشو میگیره، میگه دختر خفه شو، به پیغمبری حرفا رو نزن. خب از پیامبر درد آمد و از بحر اون که اون حدیث ها و سخن مردمان اون بهتان که گفته بودن استوار داشته بود و بدون به شک همی بود. پس عایشه رضی الله برخاست و روز روی پیغمبر علیه السلام کرد و گفت بحمدالله لا بحمدک، خدا رو شکر میکنم از تو شکرگزار نیستم. گفتا سپاس خدا را جل جلاله نه تو را. پس ابوبکر برخاست و دست بر دهان عایشه نهاد و گفت خاموش باش که زبانت خشک باد، میدانی که چه میگویی؟
پیامبر صلی الله علیه گفت و یا ابوبکر بهل تا بگوید که هر چه گوید برداد است و حق به دست اوست. دادی منتهای بزرگواری رو نشون داده پیغمبر. بذار حرفش بزنه، حق داره. در واقع هم درش سیاست هست، هم بزرگواری هست، هم سیاست هست، همه چیز هست. مولا علی بود معلوم نبود چیکار بکنه. متکای چیزش بود در دهنش که خفه شو. پس عزت تعالی فرموده بود تا اون کسها که این بهتان در حق عاشق گفته بودن حد قصف بزنن ایشان را، و حد قصف 80 تازیانه باشد. و این آن است که خدای عزوجل همون آیه رو تکرار کرده که بله گفت تو این دیگران را حد قصف بزن که من اون مهتران ایشان که این کار بزرگ بکردن و این سخن ایشان را خود عذاب بزرگ کنم. پس پیامبر صلی الله بیرون آمد و صحابه را گرد کرد و این آیت بر ایشان خواند، گفت آقا ماجرا تموم شد. شخص خدا دخالت کرد، بیارین حسان ابن ثابت و اون دو نفر بیارین و شلاقا را آماده کنین. خب بله اون کسا که دوست دارن چه این و چنان حد قصد. پس پیامبر مردم را گیر کرد و حسان ابن ثابت را و مسته را و حمله را هر سه بیاوردن و ایشان را بستن به چماق، خلاصه به چوب شلاق حد قصد بزدند. و این حدیث کوتاه شد و حسان ابن ثابت از آن رنجور شد و در خانه بخفت. بیچاره 80 شلاق، اولاغ هم نمیشه 80 شلاق بزن. خب حالا با یک کیاستی و یک سیاست عجیبی خدا رو هم که همراهشون داشتن، در واقع هر وقت میخواستن دشمنی رو از میون بردارن یه جایی رو چیز بکنن اینا، بلافاصله خدا دخالت میگه. بعد از تفکر بسیار و طرح نقشه و مشاورت و اینا ناگهان خدا هم وارد میشه، همه حرفا رو میزد، دستور رو صادر میکرد، دیگه تمام بود. حالا بیچاره حسان مریض شده تو خونه افتاده، کتک خورده دیگه. پس چون بهتر شد از خانه بیرون اومد، روزی صفوان می آمد و حمایلی در گردن انداخته و اندر راه حسان را بدید و شمشیر بکشید و زخمی سخت اندر حسان کرد. حالا تازه صفوان یه نوک شمشیرم فرو کرده این بدبخت و او را گفت که من شاعر نیستم و لکن سخن من شمشیر باشد. پس مردمان صفوان را بگرفتن و حسان را از دست وی بستدن و حسان را خیشی بود و مردی با زور و قوت بود، بیامد و صفوان را بگرفت و دستهای او باز پس بست و می برد و گفت او را به خانه برم، اگر حسان از اون زخم خود از بمیرد من صفوان را بکشم. بعد به پیغمبر گفتند و عرض میکنم که معلوم کردند و گفته ببخشیدشون، دیگه رهاشون کرده و به خاطر کتکی که حسان خورده بود دو کنیز عرض میشود که شاه حبشه میفرسته اونجا، یکیش خودشون برمیداره که ماریه قبطی است که او هم سبب آیات شد ماجرای حفصه و حمام رفتنش و ماجرای رسول و ماجرای جنسی و این حرفا، یکیش هم داده به این حسان که اون کتکی که خورده یادش بره. این بود داستان این ماجرای آیات قرآن در باب عایشه ام المؤمنین. حالا آخوند رافضی اگه عقل داشته باشه و به قرآنش معتقد باشه، رسولش آمده و میگوید خداوند اینها رو فرستاد مثل بقیه آیات قرآن، باید بپذیره. خب در سرتاسر عالم رافضیگری یک نام عایشه پیدا نمی‌کنی، کما که یک ابوبکر پیدا نمی‌کنی که داستان‌ها از این ماجرا ساخته شد. حالا عمر که پیشکش. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از سپر سپاسگزارم از شما هموطنان که توجه کردید. تا برنامه دیگر درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.